تحلیل کاکای شما هستن. اینا خطاط بودن در اصل؟ اصلا شاعران بودن، خطاط هم بودن. بله. وعده ما شما دلده بود. اونم دلده کل از یک شکم نمیرم. چرا رو بیدارم تو میکنین؟ من جانستیک جان. ای موتورایی که دیگه استاد از پلیتایش کس دوزی نمیکنن. اینجا کل کامرا سیستم هست، چیزهای اینجا اصلا هیچ. اینقدر مردم دلشون جمع است. السلام علیکم. خوش گلدنیز. خوش بولدوک. Sefalar getirdiniz efendim. Afganistan'daki tüm herkese selamlar iletiyorum. Taksi yine adi tarik meykayan ko. Şuma bilin dostum. İnce dokme taksi yaz. Şuma fışar mıydın? به نام خداوند توانا، بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. آرزومند هستم که هر کدامتان خوب و سرحال باشین و همچنان شما را خوش آمدید میگم به تماشای یک گزارش کاملا جدید و کاغذ پیچ از چینل HA، یعنی همایون افغان. از این که شما همیشه مرا حمایت کردین یک دنیا تشکر. هر آن چیزی که شما در پایین ویدیوهای ما نوشتین از او هم تشکر، و هر چیزی که از این بعد به ما می نویسین باز هم از شما ممنون و سپاس. بینندگان عزیز، امروز آرسی من چندین روز است که در ترکیه هستم، بیشتر از یک ماه شد، نزدیک به دو ماه شد در ترکیه هستم، در هتل زندگی میکنم، نه خانه دارم و نه زمین دارم و نه فابریکه دارم و نه دفتر دارم و هیچ چیز ندارم. فقط در ترکیه یک دو دانه جمپر و یک چند دانه جاکت و چند جور جراب و اینمی چیزا خریدیم، بس تو هنوز دیگه چیز نخریدیم. اگر شما بر من میخرین یک دنیا تشکر، یا شاید تصمیم شد دارین به من بخرین، از شما هم تشکر. ما اون روز آمده بودیم به اینی خانه، به اینی خانه آمده بودیم، خانه انجینیر صاحب رحیم که برادرشان هم بود، دکتر صاحب اعظم، و با خانواده محترمشان معرفت حاصل کردیم و نان و چاشت هم مهمانشان بودیم و برای چای رفتیم خانه همسایه ترکشان که آقای اورهان از ما پذیرایی کردن با خانمشان و دخترشان، خیلی لطف کردن و غذای ترکی همچنان در نظر گرفته بودن که غذای ترکی همچنان نوشان کردیم، از اونا هم تشکر. امروز دکتر صاحب اعظم گفتن که یک بار بازم خانه ما بیاین که ما و شما دلده تیار میکنیم، به خاطر مسافر هستین، از خانه دور هستین، تنهایی احساس نکنین، بیاین که چند لحظه با هم قصه هم بکنیم و یک دلده خوری هم بکنیم. اطور نگوین که والا ما از خانه دور هستیم و یا کسایی که در وطن نیستن، اینا از عواسانه های وطن بدور هستن. امروز هم آمدیم، بچارا فکر میکنم که پیش خانه برآمدن، پیش خانه برآمدن، منتظر ما هستن و از شما همچنان دعوت میکنم که با ما باشین، بریم خانه دکتر صاحب اعظم. اون بیچاره آمدن اونجا، شما میبینین شون در تصویر، اون اونجا هستن، اون نکنه معلوم میشن. السلام علیکم. ما غیبت تا نکردیم تا اینجا. دکتر صاحب گل درسته
قراری هست انشالله زنده باشین خوب هست انشالله خوش آمدید چه حال احوال دارین خدا کنه خوش آرام باشین به مردم اگر چیز گفتنی دارین بگوین من اول به شما سلام میتم تشکر قدم رنجه فرمودین تا اینجا زحمت کشیدین خواهش میکنم از طریق شما چون شما محبوب دل هاستین سلامت باشین از این خاطر شما را که مردم دوست دارن از طریق چینل شما ما با تمام مردم افغانستان با تمام هموطنهای خود چی در داخل کشور هستن و در داخل یا خارج کشور هستن بر کلشان سلام های گرم در زمستان اما سلام های گرم برشان تقدیم میکنم خدا کنه که در تمام هر جایی که هستن خوش آرام باشن که در فامیلای خود زندگی را به خوشی سپری کنن خیلی تشکر گفتین آمدین همین جایی که موضوع نان باشه ما هستیم ما نه چی میگین شما به ما هر چیز هستیم یک افتخار هستیم زنده باشین ما بسیار دوستا گفتم قدر خوش هستیم که ما میمان و هر وقت میمان میباشن کل در قلب ما جای دارن زنده باشین مگم خودت بیخی میمان خاص هستی خواهش میکنم دکتر صاحب من بر دوستا گفتم که دکتر صاحب گفتن که روز آمدین خانه امرای انجینر صاحب رحیم ناگفتن همون دوستا که دکتر صاحب اینجا زندگی میکنه باز خسر خوشوا می باشه معمولا با شما و انجینر صاحب رحیم اونجا می باشن اکثرا اینا خانواده کوچک از اینا هم هست از اونا هم هست اکثرا یک جای می باشن یا اونا اینجا هستن یا اونا اونجا هستن خود در دو خانه تقسیم شدن گفتن که او روز اونجا رفتی امروز بیا اینجا بیا که اگه آسانه برای جور کنیم گفتین دلده جور کنیم ها مسئله دلده است یا تغییر کده؟ دلده است دیگه ها انشاءالله دلده یک کس دیگر هم گفته بودم کچری قرود جور کنیم کچری قرود او دیگه باز افغان صاحب گرامی چی مانده در وطن؟ کل چیز خواست پیش ما رفت یک امی مانوازی مانده یه امیر هم که نداشته باشیم دیگه مقصد به می یک بانه امی ما در دنیا امیر مردم ولی فعلا یک امی مانوازی داریم از افغان یعنی امی فرهنگ مانده فعلا بریم بیاد که نان سرد نشه بسیار میبخشید خواهش میکنم زنده باشین شما خب منور جان منتظر است فکر میکنم منور جان بیخی بیقرار است دیگه از مکتب زود آمده بیخی امروز معلم میشم امتحانش هم خلا شده دیگر میخی بیقرار است که چه وقت من جان من هر روز زنگ میزند من رو کجا کردیم این هستن اینجا السلام علیکم اوش کلدنیز اوش بلدوگ سفالار گتردنیز افندم افغانستان دا که توم هرکز سلاملار ایلتوم بو دیگاهی که باز شما بگم السلام علیکم انجینر صاحب چطور هستین؟ صفا بودین خوب هستین انشاءالله خیلی زیاد خوش آمدید زنده باشین شما هر روز ما رو مهمان بکنین ما هر روز میاییم ما مشکل نداریم خانم بیخی در خدمت زنده باشین با وطن دارا اگر گفتنی داریم بفرمایید از طریق برنامه زیبای شما به تمام هموطنان ما چی در داخل افغانستان و چی از خارج افغانستان قلبا سلام های خود تقدیم میکنم خدا کنم ها از طریق قلبا سلام ما رو قبول کنن و در جای که هستن با لباس عافیت دفتر داشته باشن همیشه خوش آرام باشن و شما بسیار زیاد خوش آمدید بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب زنده باشین بریم باشیم کلی دارین؟ زنده باشین خوش بلدک خوش بلدک از این چیزای کام دارین؟ شما بدین بکتر ما بلد شویم شما باید پیش برین اینجوری هم سوی بیاین که پس نمانین شما بیاین 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 زنده باشین این گل هم شما مونده اینت بریجا والا نمایید آقا بس اینا بالا بالا کدید دو هم تازه میشه خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین بازم یک خوش آمد برتن زنده باشین زنده باشین انجینر سبیده دکتر سبیده آدم زیاد با سلیقه اونه برنامه بودم در اوجا هست یا اینجا ما رو میبینین اونجا میبینین بسیار تشکر چه خوب دکور مقبول کردین چه خوب دکور کردین چشمایتان مقبول است هر چیز باشه زنده باشین زنده باشین گفتین چیز به من دار کدام تحفه آماده کردین این
کدام ها؟ همون تاریخ 22 دسامبر که امرایشان وعده کرده بودیم به تاریخ 22 دسامبر نامتان نشته کرده بودن آفرین از خاطری که خوش داشتن که شما را در انقره آمدیم ما تاریخ 22 وعده کرده بودیم که مهمان شما باشیم جای دیگه بسیار زیاد مصروف بودین از شما گله نیست و بازم اینا را به شما ترتیب کرده بودن عالی چی هست و دکتر صاحب نشته کنین شما خدا انصاف بده شما را شما میبینین دوستا چی نوشته کردن من براتون میخوانم HA یعنی نام چینل ما همایون افغان 22 دسامبر انقره والا دکتر صاحب چگونه قدردانی بکنیم از شما از نگاه مادیات هیچ قیمت نداره بسیار ارزان است بسیار تشکر که در این ملک بیگانه شما یک قدر لطف میکنید بسیار لیاقت لیاقت بسیار چیزا را داری زنده باشید محبوب دل هاستی زنده هر کس مشهور شده میتونه این انجینیر سه به ما نکنه اما هیچ کس محبوب شده نمیتونه خواهش میکنم بسیار کم کس محبوب شده میتونه زنده باشین زنده باشین شما خداوند میره برات یک دک محبوب دل هاست خودت ساخت از لطف و محبت شما و وطن دارا هست اینا را انجینیر سه برات این چی هست؟ این هم که نامه تنه نشته که تموین افغان این هم همایون افغان 2021-22 دسامبر همون تاریخ که شما برایش واده کرده بودیم با شما دیگه جایی رفته بودیم این را برتان گرفته که یک وقت میرین به دفتر چیزا ای خواهی یک قسم است و داخل از یام چیز گپ داره تسبیح است تسبیح است ما شما مسلمان هستیم که بله یقیده داریم به این گپا بسیار تشکر بسیار تشکر او را انجینیر صاحب بر ما در نظر گرفته بود و ای را کی؟ ایرام انجینیر صاحب ایرام انجینیر صاحب تشکر انجینیر صاحب اصلا به این زحماتتان لیاقت شما را ادنا بسیار تشکر به خدا ما را شرمنده ساختین تن گوشتر است که منطقه قد لیاقت شما نداره شاید خواهش میکنم بسیار چی باشه اما ای را بخ... شما ببینین ای در دست چپ می آید درست؟ باید همین کلکه چیتونه چی فرق می کنه که ما در دست هر جایی که می کنیم مقصد کارای ما همیشه سرچپ هست با خاطر از ایرک ماندیم که ما به یادتان باشیم هم وطنان هم بگیم که یک کسی مثلا خب اینجا می مانیم شما شما ببینین نظر بتین بعدا باز در دست چپ می کنیم من اصلا دکتر صاحب شما یک کتاگه که بسیار مچیز دیگام هست ما شکر مسلمان هستیم قرآن خان و چیزا در خانه هست بازی کلمه شریف هست لا اله الا الله محمد رسول الله این از چیزا کم داره ایرم که اسم ار رنگ ایره چی میکنن؟ آفرین ای رقم شما ببینین دوستا رنگ های مختلف رو به خود میگیره بسیار تشکر دکتر صاحب بسیار تشکر میره از این خاطر گرفتین که مثلا در افغانستان میباشین شما همیشه به یادتان باشیم یکان دفعه در افغانستان برق یا نمیشه بازی برق کار نداره این روشن کنین که زنده باشین زنده باشین یقت شما را خیش نداره خواهش میکنم خواهش میکنم اصلا نه چیز گفتن نمیتونم ای که شما یک قدر لطف کردین بسیار جا تشکر دکتر صاحب انجینیر صاحب از شما بسیار تشکر هرچند او روز همراه انجینیر صاحب خب واقعا تاریخ 22 دسامبر پارسال وعده گذاشته بودیم که میاییم به خانه شان همراه شان منور جان هم بود نه منور جان نبود مزمل جان بودن پشت هتل آمدن گفتن باید بیاین مهمان ما شاین حتی تا این حد هم گفتن که نیاز نیست که شما در هتل باشین بیاین ما خانه داریم در خانه باشین باز ما گفتم ولی همین دست پای آزاد که نباشیم نمیشه تاریخ 22 دسامبر که ما باید می آمدیم شما دیدین که حتی دمو یک توفیه که بر ما در نظر گرفتن در او هم 22 دسامبر تاریخ زدن و واقعا دکتر صاحب نمیفهم چگونه سپاسگزاری بکنیم از شما خیلی تشکر از زنده باشین سلامت باشین این توفه است توفه گفته نمیشه این خاطره است چیز است خاطره نیم اما همی رسم رواش ما از سابق داشتیم همی نام کابل زدین دیگه یک دفعه همون جره ما کل مردم خدا کل مردم افغانستان زنده باشین کل اقوام افغانستان در قلب ماست چی پشتون باشد چی ازبک باشد من میانه بهترین دوستای پشتون دارم بهترین دوستای مثلا هزار قوم دارم بله. بهترین دوستان بر ما هیچ کدام چیزی نیست که مثلا این پشتون است یا این تاجک است کلش در قلب ما جای داره بله بله از یک وطن هستیم مسلمان هستیم ما به این خوش هستیم که در مقابل در قلب پایتخت زندگی میکنیم
کوشش میکنیم که کمک ما به هر طریقه به کلگی برسیم. بسیار تشکر دکتر صاحب. یک چیز دیگه، هرچند او روز هم صحبت ها را در خانه انجینر صاحب بودیم داشتیم، یکی از کاک های شما بود فکر میکنم که از جمع قلم بدستان کابل بودن. البته نگفته نمانه که اینا، خب او روز هم براتون گفتیم، از جمع فوتبالر هم هستن. ما قصه کردیم او روز فکر میکنم، ما قصه کردیم اما البته شاید کم خب نشد در گزارش نامده بود. ما انجینیر صاحب فوتبال میکنیم، من تو از اون کارترکی شرق علاقه داشتیم تا بسیار جای رسنده میشه فوتبال. یعنی از جمع فوتبالرهای کابل بودن اینا. بله. کدام تیم بازی میکنیم؟ ما تیم استور داشتیم، اول تیم آریان داشتیم، باز تیم آریان کم پیشرفت کرد، باز به گروه پای الف را پیدا کردیم، باز بسانا تیم امتیاز تیم استور داشتیم، به گروه پای الف فوتبال میکنیم در وقت. انجینیر صاحب شما هم دیگر بازی میکنیم؟ نه سوال خوب دفاع بود. یا شما تو پای اوت دکتر صاحب میکنیم؟ مادر دیگه من بود یادش بخیر، عثمان جان نام داره بود، گلکیپر ما بود. اونا کجا هستن؟ اول در کابل هستن. من بسیار شوق علاقه به فوتبال داشتم، حال فعلا انجینیر هستن. در مسابقه که ما هم خرد بودم، البته شما دیگه جوان بودین، باز گلکیپر بیشتر میگفتن، باز پسان دیگه همی دروازوان جاد شروع شد. دروازوان خود که اصلا هم گلکیپر هست دیگه، باز همی انگلیسیش دیگه گلکیپر میشه، گلکیپر هست آدم، باز لسان یعنی نگهبان دروازه. باز برادر کلان ما بود، باز اونا در معارف زیاد خدمت کردن، اولی برتن بگویم مثلا در لیسی ها بیبیا بودن، معلم بودن، عامر دیپارتمنت شدن، سر معلم شدن، باز اون معلم های سابق لیسه بیا بودن، باز تو مدیر مکتب تقریبا 30 سال فکر کرد نامشان چی بود؟ ممکن یک تعداد شاگردای محسن اسماعیل زاده، حتما کسانی که لیسه حبیبی فارغ شدین هر جایی که هستین با آقای اسماعیل زاده که مدیر مکتبتان بودن و یا معلمتان بودن آشنایی دارین. و آدم تو یگان معلم ها و مدیر ها بسیار خشن می باشن، قارو خشن مگم قلب بسیار خوب میروان، اما او خوب بدون از اون معلم های دوره استاد شادکام نباشه، هم دوره شان بودن. بله هم دوره بودن، قد شادکام شان بشنه یک جی بودن. بسیار خوب گفتین. البته نگفته نمانه که انجینر صاحب و دکتر صاحب مربوط یا متعلق به خانواده اصیل کابلی هستن. بله که مربوط همی کاکای ما دوستا حتما میشناسن در کابل، ابراهیم خلیل از قلم بدست های بسیار مشهور کابل نیه که بسته افغانستان بودن، دیگه اونا اف قلم خطاط بودن، شاعر بسیار زبردست بودن که بسیار کتاب ها دارن، که از کتاب های مشهورش یک کلیات ابراهیم خلیل است، دیگه مزارات کابل که دمی تمام معلومات بسیار که مغزن واره کتابش هست که از این کلیگ استفاده دیگه دمی شهده ها که داخل شوین همین سرلوی تمام قبور که هست نید. بله. امیر کاکم در زیرش که سعی کنیم نشته است که ابراهیم خلیل، خطاطی ابراهیم خلیل یا شعرش از کاکایم هست یا چی هست و همین بزرگا و شاعرها که بر مناسبتی که می بود باز کاکایم چون بسیار آدم با استعداد بود باز ازش خواهش میکنن در باره یک هر کس یک شعر می سرود در باره همین آزادی، روزهای آزادی و چیزها شعرها دیگه کلیات بسیار کلان داره کتاب حال ما اینجا پیش ما هست. خب بازم او اکس های پیر دوره پیریشان هست. من همی جمپر رو یک دفعه باز کنم، یه انگوشتر رو یک دفعه رو بداری بند من دیگه کنم. من دکتر صاحب هیچ وقت انگوشتر استفاده نکردیم، هیچ وقت از دستبند ها استفاده نکردیم، هیچ وقت از لاکتک ها و ای گپ ها استفاده نکردیم و ای طرفدار به اینی گپ نبودیم، اما اولین بار به خاطر که توفه از طرف شما بوده مایل دم دستم میمانم. سلامت باشید. تشکر. این کار خمام نداریم، یه چیز نداریم. من تا یگان دفعه نقره را تنم میپشیم، اون نقره است از او خاطر ما هم طلا و چیزا نداریم. ما در آرزوی عزیزی مردم بودیم. مردمای بسیار ساده و پیاده. مردم کابل همیشه ساده بوده. نگفته نمانه ما یک آرزو داشتم، گفتم در کلکم اولین دفعه باید از این رقمی این قیقه کس نی؟ خوان شما هم دارید برکت میشه زنده باشین. آمدیم سر کتاب دوستان. این کتاب نوشته از کلیات استاد محمد ابراهیم خلیل احمد الجامی، احمد الجامی ابراهیم خلیل کاکای شما هستن. اینا خطاط بودن در اصل؟ اصلا شاعر هم بودن، خطاط هم بودن. بله آدم بودن که بسیار قصیده هم پخته کرده بودن،
این کتاب میبینین بسیار یک کتاب ضخیم، تمامش اشعارشون از درباره هر چیزی که شما فکر میکنین، اینا شعرشون اینا شعر گفتن اینا در کت ملک سرایا کت علی حضرت امان الله خان اینا یک جا بودن به سفر اروپا هم همراهشون از جمله قلم رفت آمد داشتن قلم بدستان از جمله قلم بدستان از اون دوره بودن دیگه، بسیار چون خط بسیار مقبول داشتن از اون خاطر کتابت هم میکردن در اون زمان چیزها رو نشته میکردن، اکسایشان هست مثلا در لندن و در فرانسه و اینجا اکسای جوانیشان هست که گرفتن کتابهاشان هست خودشان تمامش به قلم خود نشته کردن دیگه. اینا باز دیگه کاکای من خدا ببخشد دکتر صاحب ایساق فضل نام داشتن و هم از دکترهای بسیار مشهور افغانستان بدن ایساق فضل خدا لره غریق رحمتشان کنن دیگه. ما اصلا جامعی تخلص میکردیم، بسیار یک فامیل کلان بودیم. اصلا از کدام قسمت کابل هستیم؟ از بنام کوچه بنام دمون تذکره منشته سیدوکان آشقانارفال کوچه قاضی فیضالله سیدوکان ما از اونجا گزارش هم تهیه کردیم، سیدوکان آشقانارفال باز کوچه قاضی فیضالله اونجا یک کس از اون منطقه سیدوکان به نام سید اکبر آقا در کانادا زندگی میکنن. اونا به ما گفتن که ما از امو منطقه هستم، بچگی ما در اون منطقه تیر شده، یک گزارش بسادین. باز ما تا منطقه سیدوکان رفتم، ما چه دیدین شما یک گزارش شده؟ دیدیم دیگه، شاید ما اول از دیده باشم از یادم فعلا نیست حتما دیگه. اینا از جد در مورد از اون منطقه سیدوکان و کوچه آشقان عارفان شنیده بودم، باز ما چند دفعه بر تایی گزارش گرفتم اونجا زیاد معتاد بود. اصلا هیچ باورم نمی شد. باز دیگه کتابشون از بنام یه کتاب از اون هست بنام مزارات شهر کابل، مزارات شهر کابل، زیارتگاه ها، زیارتگاهی که هست خودشان استخراج کردن، بسیار مطالعه کردن، چی کردن تا کی را تحقیق کردن، بعد از تحقیق باز خوب متقین شدن بازی را این کتاب به چاپ رساندن. زیارت شما در کابل در شهدای سالین که برین، تمیم صاحب که برین، در تمیم صاحب در یک گوشش یک سنگ بسیار کلان نشته است، در یک شعر هم نشته است، باز همی دوباره تمیم صاحب انصار گفتن چی هستن معلومات دادن، باز همی یک شعر هم گفتنی اونم اون شعر هم هست که کایم هست. اینا مقصدشان هست؟ اینا همی خط هم که میبینین همون یک شعر هم که نشتن چنان به باغ جهان نگو باب را مرگ شکسته پر گذارد، یا هم شعر خودش هست، خط خودش هست، یک فلم داشتن اکس باز اینا خودشان به خط خود ایره نشته کردن، چهره 75 سالگیشون 75 سال چقدر یک سنه چی میباشن، بازن در سن 75 سالگی این خط را نشته کردن. شما ببینید چقدر مقبوله. چند سال پیش فوت کرده؟ تقریبا زیاد وقت میشه 35 سال مقدر هم میشه زیاد وقت. باز اونجا یک خدا ببخش پدرم از اینا که در پیش فوت کرد، باز چون برادرشان زیاد دوست داشتن، باز به مقت خود باز به پدرم هم اونجا چیز نشته کرده بودن در اونجا هستن، در سوگ برادر، در سوگ برادر هم نشته کردن. ما نمور هم تقریبا 40 سال است که نگاه کردیم، ملاقات کردیم، نگاه کردیم، با هم بسیار یک گنجینه، به ما یک گنجینه گرامی بله بله بدون شک بدون شک دیگه. اونا خدا ببخشن دیگه کاکای میشن هستن در امریکا هستن، بچه های کاکای میشن هست، نصیر جانشن، بشیر جانشن جمعی تخلص میکنن دیگه. اما شما تغییر دادین فعلا، چون قبلگاه سمیم ما خدا ببخش طریق رحمتشان کنه. آمین. وقتی که فوت کردن باز ما چون فوق‌العاده احترامش داشتین به ما بسیار خدمت کردن، از او خاطر هم تخلص خوده اسماعیل به نام پدر ما که نامش روشن باشه باز اسماعیل زاده، از او خاطر مرکل ما فامیل ما همه قدر ما به نام فامیل اسماعیل زاده، اسماعیل زاده باز دیگه کوکای میشن از به نام فضل چون نام پدر کلان بود اونا به نام فضل باز دیگه کوکای میشن از بنام جامی تخلص میکنن که در امریکا هستن، از اینجا به کلشون سلام امریکا هستن، لندن هستن، هر طرف هستن، ما به کلشون سلام احترامات تقدیم میکنم دیگه. از ما رو خانواده ما یک تعداد ببینین محبت تخلص میکنه، یک تعداد ببینین مبارزه، یک تعداد ما می تخلص ما را تغییر دادم، افغان ساختم، گفتم ما خوب دیگه. البته همین سوال چند دفعه شما دوستا هم پرسیده بودین که چرا افغان تخلص میکنی، در حالی که تخلص خانوادگی ما یا تخلص اما قوم ما فرق میکنه کاملا. اما من از امو آوان نوجوانی فکر میکنم به این باور بودم که من کسی باشم که متعلق به یک خانواده و یک قوم نباشم، متعلق به یک کشور باشم که در اونجا به دنیا آمدیم، افغان. ای امو فکر رو یا برداشت ما بوده و شما هم به خاطر برداشت که داشتید هر کسی رو این کار نداره.
شما دکتر صاحب زنده باشین، سلامت باشین. گپا زیاد است، عکسام هست دیگه. عکس ها را نشان ندارم. خدا ببخشد، این برادرم است، این یادشان گرامی با دیگه. شما بین نزدیک بین 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 اینا حالا در دنیا نیستن، برادرم هم اونجا اینا رو بر ما نشان بدین. اینا فوت کردن، بیچاره سرطان داشتن فوت کردن. بازی ما هستم، بازی این برادرم هم محسن جان مدیر لیسه بیویه که بودن، بازی بازی برادرم عثمان جان است، حالا در کابل هستن. ما از همینجا بر شما سلام تقدیم میکنم، خوش آرام باشید. علیکم سلام. دوراز دیگه حتما یک ده سال پیش است. بازی عکس خسر رو میشن است، او عکس من است که منور جانشان، بازی جب عکس فامیلی هم برادرم است عثمان جانشان که گفتم برتن نه انجینیر سبب کابل هستن که تا اولادکایش هستن. باز اینجا خوش داریم ما هم تو اگر دور هستیم اما قلبن که تاکی دیگه بسیار نزدیک نزدیک هستین. این اتفاق اتحادی که من خصوصا بین خانواده شما دیدم، واقعا این اتفاق دیگه کمرنگ شده در بین مردم ما، بدبختانه بدبختانه باید بگیم. اما خدا را شکر که بازم مثلا من خانه زیاد یادآوری میکنم از اونا، حاجی صاحب قدوس، اونا هم سه برادر در یک خانه زندگی میکنن، نام خدا بیشتر از 30 نفر در یک دسترخوان اونا غذا نوشان میکنن که این باعث افتخار به هر عضو و خانواده است. اما قسم بر شما همچنان که ما برادرها یک جای زندگی میکنیم دیگه، ما باجام هستیم. باجام هستیم. بله. این راستی من خبر داشتم که اینا باجام هستن. باجام هستیم دیگه، خانه ما یاد هر طرفش یک چال رفتن. روز که بدینم دو مصرف یک مصرف ساختن. همسایه ترکی ما کت ما بسیار صمیمی بودن، بازم بی بی جی ما که هست از انجینر سوم کت از اینا زیاد به درس ها بیام کمک میکنن، چون بی بی آجی ما قرآن شریف سی سپاره را حفظ دارن کت از اینا، چون اینا به زبان ترکی و یا قرآن شریف برشان در مکتب ها بیایشان درس داده میشه، باز همیشه مشکل میداشته باشن، باز همی همسایه پایان ما دیگه همسایه ما هم تشویق میکنیم. باز اینجا به نام فی سبیل الله خانم هم در کابل هم همتر در مکتب نورین همونجا به شاگرد ها و یا به فامیل ها کمک میکرد، برای اولادهاشان درس میداد. باز اینجا هم تر برای کلگی کمک میکنم، افتخاری بدون پیسه، افتخاری بدون پیسه یک ثواب کمایی شد. باز بعدشان در اینجا شاگردهای مکتب هستن، حتی شاگردهای پانتون هستن، باز مشکل انگلیسی می داشته باشن، باز انگلیسی را هم نام خدا فوق العاده یاد دارن، کتشون در انگلیسی هم کمک میکنن دیگه. نما قدست ما که میشه ما برای در اینجا در این ملک مسافری نما قدر کشم برای مردم سوال باز خلق نشه، ما خیلی گریه ها را باز میکنم در ذهن مردم. بی بی آجی بی بی آجی که میگم خانم دکتر سویت ایجا که یک نیمه اروپا زور است. شما بی بی آجی خیلی من خبر نداشت، نمیشه که دوتا خوره باز یک آجی بی بی آجی باشه اکش نمید. خیلی من نمیفهمیدم. خب دیگه چی بگیم؟ چیزی که در آیان است چی حاجت به بیان است؟ وقت خوردن نشده حتما میبینم دیزی خود رو کمی گفت دادم که کمی دیگم گوش نشوید گوش نشوید. شکری کردم. من زیاد در مورد خوردن بعض اوقات میگم، باز بعض دوستا که با من آشنایی دارن آشنایی دارن اونا درک میکنن، اما ما به خاطر تنوع گزارش ما حال ما که هر جا بریم که لقمه نان هست، خواهی نخواهی خانه اون دو مسلمان بری من هم میتنه تان دیگه. بسیار تشکر دوستا، خواستم برای دفعه دوم بیایم با این خانواده کابلی صحبت بکنیم در مورد زندگیشان، در مورد گذشتهشان و در مورد حالشان، و شما معلومات بدیم که چگونه وضعیت دارن و خواهش میکنم که از طریق تو ما یک خست یک وقت کار میکدیم. ما با تمام دوستا و رفیقای وخستم و زمین جبه کلشان اگر وخستش یه وخست یک کمپانی دواسازی بودیم از جرمن ها وخست نام داشتن، هم کمپانی رو ما با کلشان واقعا با وطن خدمت میکدن. ما زمین جبه کلشان سلام خدا تقدیم میکنم، خدا کنه خوش آرام باشن. با یک مکتب فوتبال هم داشتیم به نام اندوکش، اندوکش شمال. بله یادم اونجا شما ایجاد کرده بودیم؟ بله جور کرده بودیم امرای لالی سوینا شمالش ما بچه ها را تربیه کردیم. ما از همینجا برم بچه هم برم کسایی کردم بخش کار میکردیم، استاد ظلمان، استاد فروغ، برم بچه هایی که یا دست ما یک چیزی برشان رسیده یک کمک ما تانسته بدیم، یک چهار سال پنج سال اونها را در یک فضا جمع کنیم و یک چیزی برشان یاد بدیم. ما از همینجا بر از ما هم سلام میکنم، خدا کنه که تشان بلای خود خوش آرام باشن، زندگی به کامشان باشن. بسیار خوب، تشکر.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. و شما بیننده های عزیز همچنان خیلی زیاد تشکر. روزیم یک روز دیگر هم بگوین که این خانه رو یک رقم معلوم میشه که کلا کار کرده این کلا کار کرده به این معنی بسیار مقبول تزیین کرده این بسیار ساده هم اگرم بسیار همونطور خانه را خانه خانه یکمه که چی بود بازه یکمه همون دیزاین کرده میشه بر در زیب یعنی پردایش خیلی ساده است بسیار ساده است بسیار یک چی هست مکنون تا بسیار ساده یعنی تو بسیار گلگلی نیست هم ساده و زیبایی خدا داره همون یکان چیزهایی رو تزین کرده ما گل خوش داریم اما خانه ما دیزاینر است یکان چیزها رو با دیزاین میکنن ما مسافری کلی مردا خوب از اون خیلی نیست همین رو با تزین میکنن خانه انجینر سب رفتیم خانه شان خانمش تزین کرده بود نی اینجا هم این خانه تزین میکنن دیگه از دست ما چیز میشه ملک مسافری است چطور کنیم مسافری خواست خب تشکر بریم به بخش های دیگه هم چنان نان تیار است گفتیم نان فعلا حاضر آماده است بله بخوریم یا ببینیم اول نه اول یک سایلش کنیم خوشت آمد که بیشن ما دلده گفته بودیم یا هم دلده ببینین گپ دلده ما در کجا رسیده بازه نه من یک دفعه او روز گفتم انجینر صاحب که آزمودگان رازمودن میگن او رقم است وعده ما و شما دلده بود کل از این خدا یک شکم نمیرم چرا او بیدارم اتو میکنین نام خدا شش نفر هستیم دلدام کردیم واده کردیم یعنی وام دلده وام دلده بله یوم یک غذای ترکی مایی است که اینا بسیار خوش دارن از راستی هم بسیار مزه دار است اینا مایی کمک مایی کردیم یو یک بازم او روز هم گفتیم نی یک کمک برنج یا کوفته و یوم یک قرمه چی نیست دیگه دیگه یوم یک سلات میوه است دیگه نمی کس بیه که بشینیم
نان خوردیم، او خوردیم، مهمان‌نوازی کردن. از هر کدامشان تشکر که اینجا هستن. او نه منور شوخم اونجا است. و دیدن که دیشب چگونه فیلم برداری کرده بود دگردن من از دگردن از اون بچه است. خب به ما یک تکسی لطف بکنین بخواین. من هم میخوام از او پایگه کار پچک میخوام. بسیار خوش بودی که میخوام. چلا بود پیش از پیش به ما گفته بود دیروز دکتر صاحب که شاو کام سبا میریم که امروز بود. چاشنان هم میخوریم شاو هم هستی که باز نگویی که ما برخو کدن میرم دوباره پیش از پیش میگم. اما ما گفتم که نمیشه ولی نمیشه دیگه دیگر ناجوانی کردیم. ما فکر دم یک مسئله مرا ناجوان بگیریم. باز ما هم گپ دیگه تا قبول کردم که بسیار خسته هستم. آه ولی دیشب هم درست نخوابیدیم. اصلا از روزی که من ترکیه آمدیم درست نخوابیدیم مگر دیشب واقعا یک ساعت شاید خوابیدیم. آفرینت. آفرینت. دیگه این چشمای ملقه زده. آفرینت. چیزی که میگه انرژی کل انرژی ها پورا میشه کم خوی هیچ نمیشه کم خوی نمیشه او طرف بریم این طرف بریم این طرف هم راست طرف هم بازی طرف هم راست بین کیس طرف بریم کدام طرف بریم همین طرف بریم اونجا قلف هست کنم بین قلف هست قلف نباشه یک دفعه این بچه راست میگه این کوچه تان چراغان میباشه همیشه چراغان میباشه همیشه این خود ترکیه است یک گروپش خراب باشد اما شوا شوا میان جورش میکنن آفرین این موتورایی که در اینجا استاد است پلیتایش کس دوزی نمیکنن اینجا کلش سیست کامرا سیستم است چیزهای اینجا اصلا هیچ قدر مردم دلشون جمع است گپ از مردم ما خی استاد میکنن دیگه هیچ تو نارامی ندارن که مثلا یا گروپش موتورش گم میشه یا کدام موتور موتورش خطر است فکر آرام قرار خواه میکنن اینجا دولت از دیگه دولت که باشه به مردم مسئولیت میده آرامش میده. از نگاه موقعیت این خانه شما اگر با کابل مقایسه بکنین چه نوع چگونه یک موقعیت است مثلا کارت 4 کارت 3 شهر نوشید اگر مردم بگویم که کدام منطقه خوب است کسی خفه نشه کل منطقه های کابل کل جایش مقبول است خوبیش است اینجا نه هدف مایی است که اینجا را با کابل مقایسه بکنین مثل کجا میمانه فکر کنین که کارت پروان است و بله همین شهر نه و این همه قسمت ها خب همه تو جایه یعنی جایه کمک لکس تر است خب از مردم آرام دارن مردمش زیادتر ماموری نستن کار میکنن یا مسجد هست مسجد ما بسیار نزدیک خانه مسجد یا سر منارای مسجد بسیار توجه میکنن سایی که چقدر نمازه جماعت ما کلش همینجا هستیم همینجا مردم مسجد هم که تماشناق دارم اینجا نمازای جمعه و اینا در جمعه کنیم چند وقت در جماعت می این دکتر سیم؟ بله سابق امی پنج وقت کوشش میکنیم که در جماعت خود برسانیم بله از وقتی کرونا شده بسیار یک کمی بسیار اینا هم سخت گیر هستن خب یک چند وقت بیخی هیچ کس در مسجد اجازه نبود که برن بازار هم بسیار اگر بتانیم روزانه یک دفعه یا بسیار به مشکل یک کمی مشکلات از دیگه انجنر سو بخی این ور اون ور میری یکم نزدیک ما بیا خیلی باشین که من در وسط تان باشم مزمل جان گپ میزنم برای ما چه شدی؟ خب یکان نفر میگه فارسی خوب گپ زده نمیتونی چی میگی برشان؟ فارسی را از یادم رفته تقریبا 5 سال هست که در این زندگی میکنم 5 سال میشه چند ساله شدی حاله؟ آره 14 ساله شدی 14 ساله شدی 5 سالی جستی در 9 سالگی آمده بودی؟ در 9 سالگی آمده ببخشید خب نه بخواین دیگه تاکسی اینو از این طریق میخواین خب شما ببینید دوستا اینجا دکمه تاکسی است شما فشار میتین آوانه چراغک روشن شد تاکسی اینه میجا میه دمی آدرس میه خب باش که من گپای ممرای مزمل جان خلاص بکنم که بس نشه که بانه در 9 سالگی آمدی اینجا درست؟ درست است در 9 سالگی آمدی خب بسیار در یک سن حساس آمده 5 سال است ایجا در مکتب درس میخوانی زیادتر وقت مکتب تیر میشه دوستایت افغان است کسی؟ نه کلش ترک است یک دخانه که می فارسی گپ میزنی بس هم وقت دخانه تو من گپ آفرین دیگه سعیست خب امرای منور خو گپ میزنم امرای ازی باید مگپ هم ندارم کامره رو بسیار خراب کار کرده بود و دکتر صاحب منحیص پیام آخرتان به کس چیز گفتنی اگر دارین بفرمایید پیام آخری من نیست که من به تمام مردم افغانستان خوشی و خوشبختی میخوایم بله خوش دارم که رقم همی کشور رو بار آرام باشن زیر یک بیرق زندگی کنن بله مردم آسوده باشن همی رقم کینا آسوده هستن ما شما آسوده باشیم هر چی نباشم
وطن وطن بیگانه بیگانه است. بله. ما هم خوش داریم که در وطن خود زندگی کنیم. آه. از مزایای وطن خود برخوردار شویم. بله. خوش برای مردم خود راحتی و جنجوری دارم. دیگه یک پیام برای دوستا و خویشاوندای خود که در سر تا سر کشورهای خارجی سن سلام میرسونم، خصوصا به برادرم که افضل جان نام داره. بله. برای اولاداشون مدرسه جان، مصور جان که در اتریش زندگی میکنن، سلامای خاص خود برشان میرسونم. دیگه اولادای برادرم که در امریکا زندگی میکنن، خدا ببخشه برادرم رویش شاد، برادر کلان و اشرف خان نام داشتن، رویشان شاد داشته باشن، انسان فوق العاده بودن دیگه. بله بله. ما به اونم اولاداشون سلام خود تقدیم میکنم. دیگه کل دوستای افغانستان ما اینجا خوش آرام باشن، زندگی را بک. منور جانم بعد از بسیار دیر یکم برفباری شده، از بر اینقدر که لذت میبره از هر چیز زندگی خود، از هر چیز یک میخواد یک کوشش کنه که یک لذت به خود جور کنه. دیگه بیچاره تناس مشکلات هست دیگه. میفهم دیگه، رو از هر چیز میخواد لذت ببره. میفهم. تشکر بسیار زیاد که تو خواهش میکنم، خواهش میکنم از طریق خودت تونستیم که کل یکان چیزی که گفتنی داشتیم برشان رساندیم. تشکر انجینر صاحب، شما هم کوتاه گپایتون بگو، این تاکسی شاید بیاد. فقط ما گدام گفتنی خاص ندارم، فقط من یک آرزوی من است که افغانستان یک گوره میشه، تمام مردم از افغانستان پس بار به وطن خود بیاید. تکراری سگ چیز نو میگه بیخی دیگه، این می آرزوی اما وطن است دیگه که بیخی اما کلی که خسته شده بیخی در کشور خارج. بسیار زیاد ما خودمون خسته شدیم که کلی شاید هم تو رقم ما باشه، فقط یک گوره میده خدا افغانستان. تشکر امی تاکسی فکر کنم خودش هستن. خب چرا را از خودتون بسیار زیاد تشکر که زحمت کشید یا آمدی. خواهش میکنم، زنده باشین انجینر صاحب. منور جان بگوین گپای آخرتان چیز گفتنی دارین؟ گپای آخرم به کل ملت افغانستان، انسانایش و کلگی صبر میگم. صبر. آفرین. مزمل جان شما بگوین گپایتون. به کلگی سلام نداشته باشم به کل مردم افغانستان. بسیار تشکر، خداحافظتان، انشالله که باز ما و شما میبینیم. گروش روز. خداحافظ. من دیگه ببخشین که من هیچ گپ زدن یاد ندارم، از این گروش روز بالا فقط یاد ندارم، فقط اینه قدردگام یاد دارم باش که میرم اینجا استفاده کنم یک تمرین شوه. نصر سان عبی ایم تشکر بدارم سن نصر سان ارجای دارم من چی گفتم شما مرا اگر اشتباهی کردیم دیرم تو گپا هست دیگه. امید میبرم که امروز گزارش نیست، ویدیو است. امید است که ویدیوی امشب همچنان طرف توجه شما عزیزان گرامی قرار گرفته باشه، تا اینکه بازم در یک گزارش جدید، در یک ویدیو جدید خدمتتان حاضر میشویم. شما را به خداوند منان میسپاریم دیگه. همین فهم چیز گفتنی دارین یعنی اگر دارین در پایین ویدیو شما بنویسین بر ما و یکمه که در می روزا باز همون گپ هست که خنده بر لب میزنم تا کس ندارم اعتراض من. چالش های زندگی یا مشکلات زندگی دامنگیر هر فرد افغانستانی را فراموش نکنید. شما اگر پولدار است، اگر غریب است، اگر سیاست مدار است یا هنرمند است، هر کاری که هست از یک بخش اینا رنج میبرند، از یک بخش خلای وجود داره در زندگیشان که امو خلا باعث بدبختی و بیروزگاریشان میشه. انسان نمیتونه تمام درد خود، غم خود بیاید در پیش ویدیو بگویه. انسان نمیتونه تمام مشکلات خود را، تمام آنچه که رنج میبره بشینه با هر کسی قصه بکنه و حکایت بکنه. به می دلیل است که هر انسان در حد زندگی خود گپ هایی داره که ممکن او گپ ها را با خود دفن میکنه، او گپ ها را با خود میمانه، در دل نگه میکنه و خودم میکنه. به امو دلیل من اکثریت دوستا را درد میکنم، خب دل میکنم گبایی ما کم کم میره باشه. دوستا خدا نگهدار، شب خوش، خدا حافظ.